برام خدا سلام، همین الان بریم ورزشگاه آزادی، جایی که محمد علی گرایی و پژمان پشتام قرار با هم کشتی بگیرن. در قاطع انتخابی تیم‌های ملی تک کشتی هستش. داور دستور خودش میدمه، کشتی آغاز میشه. هر دو کشتیگیر از سرشا، شما محمد علی گرایی کشتیگیر شیرازی کشورمون رو با دوماده قرمز، یه دست حالا اینجا تعدادش از دست میره و پژمان پشتام کشتیگیر تهرانیه کشورمون رو با دوماده آبی میبینی، همینجا یه سالتو برانداز اجرا میکنه، چهار امتیاز میگیره، همین اول کاری چهار وصف جلو میفته. محمد علی گرایی تبهر خاصی در اجرای فنون پرتابی چهار امتیازی، در خاک هم خوب فن اجرا میکنه، سالتو بارانداز های خوبی اجرا میکنه، سوبلس های خوبی اجرا میکنه. بله حالا چهار بسف جلو میفته، حالا پشت هم با تلاش خودش رو بیشتر بکنه، در صورتی برنده هستش که بتونه یه فن چهار امتیازی بزنه. خب سخت و دشوار و بعید به نظر میرسه. در سرشاخ کشتیگیران دستان هم دیگه کار میکنن. محمد علی گرایی با تجربه تر از پژمان پشتام هست، هر دو جوان هستن اما خب گرایی با تجربه تر و میدان دیده تر هستش و البته توقعاتی که از گرایی داریم رو مسلما بیشتر هستش. یه لحظه نشست برای کمرگیری گرایی، توقعاتی که از این کشتی که میره بسیار زیاد هستش، چون نشون داده که مدعیه، نشون داده که توانایی شکست بزرگان رو داره و باید در انتخابی بتونه بهترین نتیجه رو بگیره. حالا در سرشاخ همچنان منتظر هستیم تا باز هم اجرای فن ببینیم از این کشتیگیر کشتی بلد و واقعا لذت ببریم که همچین دلاورانی رو ما در کشورمون داریم. امیدواریم که قدر این کشتیگیران دانسته بشه. شاهین کشتی ایران هستش محمد علی گرایی، همچنان در تلاش هستن دو کشتیگی. پشتام عقب نمیکشه، میخواد بیاد اجرای فن بکنه، همین کشتی رو جذاب میکنه، نشون میده که کشتی یک طرفه نیست و اگر گرایی بی‌دقتی یا غفلت بکنه شاید امتیاز هم بده به پژمان پشتام. حالا میخواد با هول دادن تعادل گرایی رو به هم بزنه و اون رو به بیرون از تشک هدایت بکنه که نمیتونه. حالا اینجا گرایی در کش و قوس هستن ببینیم میتونه خاک بکنه پشتام رو، نه نمیتونه، نمیتونه و میام به وسط دوشک تا در سرشاخ کار خودشون رو دنبال کنن. لحظات پایانی استدی قین خوست، همچنان چهار بر صفر به سود محمد علی گرایی کشتیگیر شیرازی کشورمون، شاهین کشتی ایران. و پشتام حالا میرفت که پای گرایی از دوشک خارج بکنه، گرایی کار رو خونسا میکنه با هوشیاری تمام. کشتیگیر یک کشتیگیر کشتی بلد هستش، به اصطلاح سواد کشتی داره. بله اینجا وقتی زنی استراحت فرما میرسه، کشتیگیران میرن نزد مربیان خودشون تا مربیان نکات فنی رو به اونها گوشزد کنن. حالا من در همین لحظه یک رزومه کوتاه از دو کشتیگیر بگم خدمتتون. محمد علی گرایی دارنده دو مدال برنز جهانی، جهانی های نورسلطان و پاریس 2017 و 2019 و چندین مدال آسیایی، جام تختی، مدال طلای بازی های آسیایی و پژمان پشتام مدال نقره آسیا در رقابت های سال 2020 دهلی. حالا سه دقیقه دوم آغاز میشه، همین ابتدای کاری کشتیگیران فعال ظاهر میشن، نشون میده که پشتام هم میخواد اجرای فن بکنه و گرایی باید خطر رو حس بکنه، چرا که پشتام با وجود اینکه ممکنه نتیجه نگیره ولی میتونه اجرای فن بکنه، شاید به اثر غفلت در گذشته نتونسته نتیجه بگیره. جدی‌ترین رقبای همدیگه هستن این دو کشتیگیر. حالا یه لحظه دیگه میرفت پای رو دوشک خارج بکنه که ناموفق بود، گرایی اجازه کار بهش نمیده. بله کشتیگیر هوشیاری هستش، اصطلاحا چماخم کشتی دستشه، یه لحظه میخواست بشینه برای کمرگیری که ناموفق بود. محمد علی گرایی شکست حریف نامدار کره وزن 77 کیلوگرم رو در کارنامه خودش داره، کیم هیون وو، قهرمان المپیک لندن و
و دارنده مدال برنز المپیک ریو. تقریبا همه رقبای نامدار وزن خودش شکست داده و ما منتظر هستیم تا یک جا با رومن ولاسوف روس رو در رو بشه و با لذت ببریم از فنونی که گرایی میتونه اجرا بکنه. میپردازیم به کشتی. همچنان در سرشاخ. یک لحظه داور کشتی متوقف میکنه. حالا مجددا آغاز میشه دو کشتی در سرشاخ. بعد از اون 4 امتیاز دیگه کاریو از پیش نبردن. همچنان 4-0. البته گرایی اگر فرصت دستش بیاد و بتونه اجرای فن بکنه بسیار عالی پشت سر هم فنون پرتابی خودش رو اجرا میکنه. ولی خب هنوز دستش نیومده نتونسته کمرگیری بکنه و حریف رو خاک بکنه. پشت هم عقب نمیسته. میخواد اجرای فن و میخواد امتیاز بگیره از این کشتیگیر. سعی میکنه با هول دادن پای رو داشته خارج بکنه که گرایی اجازه کار بهش نمیده. برادر کوچکترش هم محمد رضا کوچیکی وزن 67 کیلوگرم هستش که به دلیل ابتلا به کرونا نتونست در رقابت‌ها شرکت بکنه. در رقابت انتخاب تیم ملی خب متاسفانه رقابت‌ها رو از دست داد. حالا در تلاش از پشتام میرفت که خاک بکنه. یک امتیاز داره. حالا 4-1 میشه نتیجه کشتی. مجددا کار در سرشاخ دنبال میشه. دستان هم دیگر گرو گرفتن دو کشتیگی. پژمان پشتام امیدوار هستش که بتونه از دستان پرتوان محمد علی گرایی بگذره و به کمر اون برسه و اجرای فن بکنه. هنوز که نتونسته. لحظات پایانی کشتی رو به سر میبریم. حالا اینجا واقعا در اثر قفلت گرایی خاک میشه و دو امتیاز میده. حالا 4-2 میشه نتیجه کشتی. پشتام هم خوب از فرصت استفاده کرد تا تعادل گرایی به هم خورد او رو خاک کرد. خوب از فرصت استفاده کرد و نشون داده که تحت تاثیر نام گرایی قرار نگرفته. چیزی به پایان کشتی نمانده. 4-2 نتیجه کشتی. برنده محمد علی گرایی. حالا تلاش خودش رو بیشتر از این کرده پشتام و همینجا کشتی به پایان میرسه. برنده محمد علی گرایی. خسته نباشید میگه برد کشتیگیر. ممنون که با ما بودین. تا کشتی بعد خدا نگهدار.